فصل دوم ایران چگونه جایی است ایران به علت موقعیت جغرافیاییش بر روی کره زمین و به سبب وضع خاص پستی و بلندی هایش یکی از نواحی خشک یا نیمه خشک عالم به شمار می رود دشت ها و بیابان های وسیع و اریان از نباتات از مشخصات طبیعی ایران است از کتاب جغرافیای اقتصادی ایران ایران کشوری است خشک و بایر که یک دهم آن نیز مزروع نمی باشد از خاطرات شاردن سیاه فرانسوی به نظر نمی رسد بین آنچه سیاه فرانسوی شاردن در خاطراتش از ایران زمان صفوی شهر می دهد، با نظرات علمی تری که سه قرن بعد از آن ابراز شده است تفاوت زیادی وجود داشته باشد هر دوی آنها در مجموع بیانگر این واقعیتند که ایران کشوری است خشک، که بخش قابل توجهی از آن را بیابانها و یا مناطق لمیزرع تشکیل می دهد. برای درک این شرایط چندان نیازی نیست که به آمار و ارقام و اطلاعات جدید ای رجوع کنیم کافی است این بار که از تهران خارج می شویم اگر خروجمان از جنوب آن باشد نظر دقیق تری به اطراف بیافکنیم. هنوز کوچه و پس کوچه های جنوب تهران را پشت سر نگذارده ایم که کویر گسترده خشک و فاقد زندگی به استقبالمان میآید. مشاهده ای در مورد شهرهای بزرگ دیگر ایران نیز کم و بیش ما را به همان نتایج می رساند. فلواقع از کل یک میلیون و هزار کیلومتر مربع مساحت ایران کمتر از ده درصد آن مورد بهره برداری کشاورزی قرار می گیرد. از این مقدار نیز بیش از نیم آن به صورت آیش است و فقط چهار و دهم درصد آن به طور دایم زیر کشت قرار دارد. منابع دیگر این مقدار را حتی سه و هفته همه درصد ذکر کردند. بیش از نوت درصد مابقی خاک ایران را ارتفاعات، بیابان، مراتع و جنگل تشکیل می دهند. از این میان ارتفاعات به تنهایی نزدیک به دو سوم خاک ایران را در بر میگیرند. رقم بعدی متعلق به چویر بزرگی در مرکز ایران است که در حدود یک چهارم آن را در بر میگیرد. بنابراین بیش از نیمی از خاک ایران را عراضی غیرقابل عمران تشکیل می دهد. یعنی بلفرز حتی اگر آب هم می بود باز این عراضی نمی توانست مورد استفاده واقع شود به دلایل مختلف از جمله شور بودن خاک شنی بودن آن سنگلاخ، باتلاغ دره و پستی و بلندی ها این که چرا از تمامی خاک پهناور ایران صرفا در چند درصد آن بیشتر نمی توان کشت و زر نمود به مشکل کم آبی باز میگردد. از میان سه منبع تأمین آب، نزولات جوی، رودخانه ها و مخازن زیرزمینی، نخستین منبع مهمترین نقش را در تأمین آب در ایران بر عهده دارد. از مجموع پانزده و چهارده میلیون هکتار زمین زراعتی در ایران در حدود دو سوم آن را زمین های دیم که صرفاً از طریق باران آبیاری می شود تشکیل می دهد. به دیگر سخن دو سوم محصولات کشاورزی ایران متکی به ریزش باران است به علاوه این نزولات سرنوشت مراتع و چراگاه ها را نیز رقم میزند که پایه اصلی دامداری ایران را تشکیل داده است با همه اهمیتی که باران دارد ببینیم میزان آن در ایران چگونه است متوسط ریزش باران در ایران بین 25 الی 30 سانتیمتر متر در سال است و این میزان حتی به یک سوم میانگین ریزش باران در سطح دنیا یعنی 90 سانتی متر هم نمی رسد قلت باران در ایران زمانی مشخصتر تر می شود که مقدار ریزش آن را با آمار نقاط دیگر دنیا مقایسه کنیم متوسط ریزش باران در ژاپن 160 سانتی متر، 6 برابر ایران، مالزی 250 سانتی متر، 9 برابر ایران، اروپای غربی 180 سانتی متر، 7 برابر ایران و در انگلستان 200 سانتی متر، یعنی 8 برابر ایران است. کمبود شدید باران در ایران ناشی از وضعیت کوهستانهای اطراف فلات ایران است. ایران در مسیر وزش بادهای غربی شرقی و شمالی جنوبی قرار دارد. این بادها بخارهای آب دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را از غرب و بخارات دریای خزر را از شمال به سمت داخل یا فلات مرکزی ایران میآورند. اما مشکل اینجاست که دورشت کوهستان های مرتفع در شمال و غرب ایران جلوی ورود این بخارات را به مناطق مرکزی ایران می گیرند. رشته کوههای البرز در شمال کشور مانع ورود ابرهای بارانزای دریای خزر به داخل می شوند و ارتفاعات زاگروس در غرب کشور نیز همین مانع را بر سر ابرهایی که از غرب کشور وارد می شوند قرار می دهند. نتیجه این وضعیت همان خشکی و بیابی وسیع مناطق مرکزی ایران است. اما این هنوز همه تصویر خشکی ایران نیست. رقم 25 الا 30 سانتی باران در ایران همانطور که اشاره شد در حقیقت معدل ریزش باران در ایران است. به سخن دیگر در مناطقی از ایران کمتر از 25 سانتی متر در سال باران می بارد. ضمن اینکه در مناطق دیگری بیشتر از این رقم است همانند همه کمیت های میانگین سؤال اساسی تر این است که در چه میزان از خاک ایران ریزش باران بالاتر از رقم 25 سانتی متر است و در چه میزان کمتر از این مقدار به زبان آمار و ریاضیات نحوه توضیع این معدل چگونه است؟ متاسفانه بخش عمده ای از ایران در حقیقت زیر معدل قرار می گیرد. به عبارت دیگر در بسیاری از مناطق ایران میزان بارش سالیانه به مراتب کمتر از 25 سانتی متر است. آنچه معدل باران را در ایران بالا برده و به 25 الی 30 سانتیمتر متر می رساند وجود مناطق شمالی کشور است. در گیلان و مازندران ریزش باران بین 100 تا 200 سانتی متر است و از این دو ناحیه که بگذاریم بخش عمده از ایران زیر معدل قرار می گیرد. بررسی توزیع باران به صورت شهر به شهر حائز دو نکته اساسی است. نخست آنکه از شمال و غرب کشور که به سمت مناطق شرقی و جنوبی تر کشور می رویم میزان باران کاهش می یابد. سانیان و مهمتر این که به استثنای هاشیه نازک شمالی کشور که ریزش باران در آنجا بالاتر از متوسط جهانی است یعنی 90 سانتی متر در مابقی ایران که اکثریت خاک کشور را در بر میگیرد نزول باران به شدت پایین است فلواقع اگر بخواهیم میزان ریزش باران را در ورای یک عدد کلی به نام میانگین یا معدل بیان کنیم بایستی گفت که فقط در چهار درصد از سطح کشور میزان ریزش باران بیش از پنجاه سانتی متر است در 96 درصد باقی مانده میزان باران سالیانه حتی به 20 سانتی متر هم نمیرسد سؤال اساسی دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ایران یعنی جنس خاک، رطوبت، درجه حرارت و ارتفاع از سطح دریا چه میزان باران برای کشت و زر لازم است؟ حداقل ریزش باران برای برقراری یک کشاورزی معقول در ایران 25 سانتی متر است. با توجه به این رقم یک بار دیگر به نتیجه قبلی می رسیم که بیش از چهار درصد از ایران مستعد کشاورزی از طریق باران نیست. معزل دیگر عبارت است از وضعیت ناهموار مناطقی که از باران مکفی برخوردارند. یعنی مناطق غربی و شمالی. اگرچه در این مناطق ریزش باران به نسب مطلوب است اما به دلیل وضعیت کوهستانی آنها بخش عمده از باران این مناطق بدون آنکه مورد استفاده چندانی قرار گیرد به صورت سیلاب و جویبار از دامنه ارتفاعات سرازیر شده در غرب به سمت مرزهای غربی کشور می رود و در شمال به دریای خزر می ریزد. در مقابل در دشت های مرکزی به علت بارندگی های پراکنده و یا بالا بودن درجه حرارت قبل از اینکه آب باران در سطح زمین جریان پیدا کند دوباره تبخیر شده و به جو برمیگردد. مانع بعدی بر سر راه کشاورزی ایران زمان بارندگی است. بخش عمده از بارندگی در ایران در اواخر زمستان و اوایل بهار صورت می گیرد. در حالی که نیاز اصلی به باران در تابستان است اگرچه آمار گفته شده به تنهایی گویای شرایط دشوار طبیعی حاکم بر ایران است اما مقایسه بین ایران و چند کشور دیگر این تصویر را روشنتر می نماید مقایسه بین مقدار زمین زراعتی که به هر زارع ایرانی میرسد با چند کشور دیگر به وضوح عمق مشکل را نشان می دهد. در کشور کانادا به هر فرد 17.9 هکتار که 32.5 برابر ایران و به هر روستایی 169 هکتار که 210 برابر ایران است. در استرالیا به هر فرد 9 هکتار که 16 برابر ایران و به هر روستایی 90 هکتار که 160 برابر ایران است در آرژانتین به هر فرد 7 هکتار که 13 برابر ایران و به هر روستایی 35 هکتار که 45 برابر ایران است در آمریکا به هر فرد سه و همه هکتار که 6 برابر ایران و به هر روستایی سی و دو هکتار که چهل برابر ایران است و در نهایت در ایران به هر فرد پنجاه و صدم پنج هکتار و به هر روستایی هشت دهم هکتار می رسد. این آمار به نحو بارزی نشان دهنده نامطلوب بودن شرایط کشاورزی در ایران است. که بر اساس آمار جمعیت ایران در سال 1340 محاسبه شده و جمعیت کل ایران 20 میلیون در نظر گرفته شده است با در نظر گرفتن این واقعیت که رشد جمعیت در ایران به مراتب از چهار کشور مورد مقایسه بیشتر است برابر این فاصله بین ایران و این کشورها ظرف سی سال گذشته زیادتر هم شده است حال چه نتایجی می توانیم به آوریم؟ وضعیت جغرافیایی فلات ایران به تب بر روی زندگی انسانهایی که در طول تاریخ در آن میزیستند تأثیر گذارده و آن را شکل داده است. نوع زندگی، شکل اجتماعات، مناسبات تولیدی، روابط مردم با یکدیگر، ساختار حکومت و سرانجام پیشرفت یا بالعکس عقب ماندگی ما رابطه مستقیمی با شرایط محیطیمان پیدا می کند. به تعبیری می توان گفت که عقب ماندگی یا توسعه نیافتگی در حقیقت چیزی نیست به جز مجموعه شرایط و عوامل گفته شده. جامعه که به هر فرد کشاورز آن بین چهل تا دویست برابر روستایی ایرانی زمین میرسد و یا میزان بارندگی در آن چندین برابر ایران است به تب تفاوتهای بنیادی با جامعه ایران خواهد داشت. از میان جملگی ویژگی هایی که از دل شرایط اقلیمی ایران برخواستند سه عامل به نظر می رسد بیش از همه در چگونگی شکلگیری تمدن در ایران نقش داشتند این سه عنصر عبارتند از پراکندگی اجتماعات در ایران پیدایش نظام ایلی و چادرنشینی و بالاخره تمرکز قدرت در دست حکومت عنصر اول پراکندگی اجتماعات میگویند که اجتماعات اولیه انسان ها همواره در کنار رودخانه های بزرگ به وجود آمده است علالقاعده قاعده اجتماع انسانها در ایران نیز از این قاعده کلی نمی توانست مستثنا باشد در هر کجا که آبی وجود داشته نطفه اجتماعات اولیه شکل می گرفته است اما مشکل اساسی در ایران این است که به دلیل کم بوده آب شمار چنین منابعی به طبع بسیار کم است ایران نه از شمار زیادی رودخانه که در بستر مناسب و طولانی در طول سال در جریان باشند برخوردار است و نه منابع مشابه دیگری در دسترس داشته است به دلیل کم بود آب منابعی که می توانسته در اطراف خود زندگی انسانها را پذیرا شود اندک بوده بنابراین اگر در منطقه آب بود منطقه بعدی کیلومترها دورتر قرار داشت حتی اگر امروزه هم نگاهی سطحی به نقشه ایران بیاندازیم از هاشیه نازک شمال که بگذریم میبینیم که فاصله بین شهرهای ایران اکثرا بسیار زیاد است غالبا برای رسیدن از یک شهر به شهر دیگر میبایستی ده ها کیلومتر بیابانهای بیاب و علف را پشت سر گذارد اگر هم ما بین این دو نقطه اجتماعی باشد بعضا اجتماع کوچکی بیشتر نیست که از چند روستا با جمعیتی از چند ده و حد ده اکثر چند صد خانوار تشکیل شده است بعد مسافت بین شهرها و مناطق دیگری که اسکان دایم در آنجا به وجود آمده نتایج مهمی را به بار آورده است نخستین و مهمترین این نتایج عدم ارتباط بین این مناطق است اولا به دلیل کم بوده آب میزان تولید چنین مناطقی نمی توانست زیاد باشد سانیا، اگر بلفرز در منطقی میزان تولید بیش از مصرف بود به دلیل بعد مسافت بین دو منطقه و در نتیجه فقدان حمل و نقل مناسب و اقتصادی امکان کمی وجود داشت که اضافه تولید آن منطقه راهی مناطق دیگر شود فقدان آنچه در اقتصاد امروزه به آن تولید مازاد بر مصرف یا اضافه بر مصرف گفته می شود مهمترین خصوصیت تولید در ایران بوده است. در نتیجه مناطق اسکان یافته ایران جدا از یکدیگر در حصاری فرو رفته و به گونه پراکنده به صورت خودکفا به سر می بردند بدون اینکه ارتباط چندانی ما بین آنها وجود داشته باشد. کسانی که حتی در قرن نوزدهم به ایران سفر کرده آن را مجموعه از نقاط پراکنده و دورافتاده از یکدیگر توصیف کردند که جملگی نیازهای معیشتی خود را در محل به دست می آوردند. یعنی حتی در آن عصر هم هنوز شالوده یک اقتصاد سراسری در ایران به وجود نیامده بود که بتواند به کمک شبکه از ارتباطات تولیدات یک ناحیه را به ناحیه دیگری منتقل نماید. حداقل نتیجه نامطلوب این گونه خودکفایی در این است که چون تولید کنندگان اضافه تولیدی ندارند به تب درآمدی هم پیدا نمی کنند. فقدان درآمد تولید کنندگان را از دستیابی به دارایی و سرمایه محروم می سازد و فقدان سرمایه به نوبه خود باعث می شود که سرمایه گذاری در امر تولید صورت نگیرد و در نتیجه تولید همواره در یک حالت ایستاد درجا زده و پیشرفتی حاصل ننماید این دور باطل را حتی امروزه هم در ایران می توان مشاهده نمود در مناطقی که پراکندگی جمعیت زیادتر است، تولید بیشتر حالت معیشتی دارد و کمتر به مرز مبادله کالا می رسد. روستاییان بخش عمده ای از تولیدات خود را مصرف می کنند و مبادله کالایی و به تب درآمدی ندارند. برای درک بهتر مطلب کافی است مقایسه بین وضعیت تولید در سه منطقه مختلف کشور به عمل آوریم. در استان گیلان کمترین فاصله بین شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. این فاصله در استان مرکزی افزایش یافته و در منطقه سیستان و بلوچستان باز هم زیادتر می شود. وضع تولید مازاد بر مصرف در این سه استان کاملا منطبق با مسئله پراکندگی جمعیتی آنهاست به این صورت که 74 درصد تولید کنندگان در استان گیلان اضافه بر مصرف تولید نموده و مقدار اضافه را می فروشند. در استان مرکزی که پراکندگی جمعیت به نسبت استان گیلان افزایش می درصد این قبیل تولید کنندگان کاهش یافته و به 64 درصد می رسد. در استان سیستان و بلوچستان که پراکندگی شهرها و اجتماعات روستایی به ده کیلومتر میرسد، رقم مبادله به نحو حیرت انگیزی باز هم کاهش یافته و به کمتر از پانزده درصد میرسد. به عبارت دیگر 26 درصد تولید کنندگان در استان گیلان تولید اضافه بر مصرف ندارند در استان مرکزی این رقم به 34 درصد می رسد و در استان سیستان و بلوچستان بیش از 85 درصد تولید کنندگان صرفاً به اندازه نیازشان قادر به تولید هستند. این آمار متعلق به نیمه دوم قرن بیستم است یعنی سال 1353. با در نظر گرفتن انقلاب شگرفی که در امر ارتباطات و حمل و نقل صورت گرفته است می توان حد زد که در قرون گذشته حجم مبادلات تا چه حد اندک بوده است در یک کلام شرایط اقلیمی ایران پراکندگی اجتماعات اسکان یافته را سبب ساز شد پراکندگی و دوری اجتماعات از یک سو و شرایط سخت جغرافیایی از سوی دیگر باعث شدند که سطح تولیدات کشاورزی در ایران پایین مانده و عمدتا از حد برآوردن نیازهای مصرفی خود تولید کنندگان فراتر نرود. عدم اضافه تولید به تب باعث شد که یافتن بازار، صدور کالا و ضرورت تجارت کمتر به وجود آید. در نتیجه همه اینها درآمد تولید کنندگان در ایران در سطح پایینی قرار گرفت و آنان کمتر توانستند اندوختهی به دست آورند و آن را در راه تولید بیشتر فراهم آوردن امکانات تازه تر و سرانجام در راه تجارت و ایجاد ارتباطات به کار گیرند. عنصر دوم زندگی اشایری و صحراگردی عنصر اجتماعی مهم دیگری که در نتیجه شرایط اقلیمی در ایران به وجود آمده سبک زندگی ایلی و کوچنشینی بود به دلیل کمبود شدید آب امکان بهرهبرداری کشاورزی و اسکان دایم برای همه جمعیت وجود نداشت در نتیجه بخشی از مردم مجبور شدند برای زندگی و دستیابی به منابع طبیعی از یک نقطه به نقطه دیگری حرکت نمایند جدای از کمبود امکانات طبیعی مانند آب و زمین برای فراهم ساختن امکانات لازم برای اسکان دایم دو عامل دیگر نیز در به وجود آمدن زندگی ایلی در ایران مؤثر بودند عامل اول وجود مناطق گسترده ی کوهستانی بود تقریبا دو سوم خاک ایران را ارتفاعات بلند و کوتاه تشکیل میدهند در دامنه های برخی از این ارتفاعات در شمال و غرب کشور در نتیجه ریزش برف و باران در زمستان و اوایل بهار مراتعی به وجود آمده است که به صورت چراگاه مورد استفاده دامداران قرار میگیرد زمان بهره این مراتع به طور معمول از اواسط بهار تا اواخر تابستان است با شروع سرما از اوایل پاییز و شروع برف و باران در دامنه ارتفاعات مراتع تا بهار سال بعد دیگر قابل استفاده نیستند این سیکل تغییر باعث می شود که مراتع و دامنه ارتفاعات صرفاً در بخشی از سال بتوانند امکان زندگی خود را فراهم آورند کسانی که در بخش مساعد سال از آن بهره برداری می کنند با شروع فصل سرما مجبور هستند آنجا را ترک نمایند عامل دومی که به پیدایش نظام ایلاتی در ایران کمک نمود تغییر درجه حرارت در طول سال و در میان نقاط مختلف کشور است همه ما روزانه از رسانه های گروهی تفاوت درجه حرارت بین گرمترین و سردترین نقطه کشور را میشنویم. بعضا این اختلاف حتی به پنجاه درجه سانتیگراد نیز می رسد. این تفاوت گسترده به این معناست که در طول سال صرفا برخی از مناطق برای زیستن مناسب هستند. در مناطق کم ارتفاع درجه حرارت از اواخر بهار تا اوایل پاییز بسیار بالا می رود در حالی که در همان زمان هوای دامنه کوهستانها ملایم می شود متقابلا در پاییز و زمستان درجه حرارت در ارتفاعات بسیار پایین می رود به نحوی که زندگی در مناطق کوهستانی و برفگیر کشور سخت و بعضا غیر ممکن می شود. در حالی که مناطق ای و دشتها در این فصول درجه حرارت معتدلی دارند. این وضعیت به طور طبیعی باعث می شود که در نیمی از سال بخشی از فلات ایران مناسب برای زندگی باشد و در نیم دیگری از سال بخشی دیگر. مجموعه این عوامل طبیعی باعث به وجود آمدن نوعی زندگی در ایران گردید که ما امروز آن را به نام زندگی ایلی یا ایلاتی، تایفگی، اشایری یا سهرانشینی می شناسیم. ساختار اصلی این سبک عبارت است از زندگی به صورت متحرک و به طور منظم از مکانی به مکانی دیگر در نقل و انتقال بودن. با تغییر شرایط جوی محل زندگی، از اواخر بهار، ایل به سمت مناطق معتدل در کوهپایه‌ها ها نقل مکان می نماید. با شروع فصل پاییز و آغاز سرما در این مناطق، ایل مجددا به سمت مناطق جلگی، دشت و کم ارتفاع باز می گردد. در این ییلاق و قشلاق، ایل نه تنها بخش ای از سال را در شرایط معتدل به سر می برد، بلکه در محل اسکان موقتش نیز از منبع تغذیه به مطمئنی که مراتع باشند برخوردار است. به نظر می رسد زندگی ایلی یا چادرنشینی بخش قابل توجهی از ساختار اجتماعی را تشکیل می است حتی تا اوایل قرن بیستم در حدود یک چهارم کل جمعیت ایران را ایلات و قبایل تشکیل می دادند بنابراین می توان نتیجه گرفت که این رقم در گذشته به مراتب بیشتر بوده است اما مهمتر از کمیت سهرانشینان کیفیت و سبک زندگی آنان است به طور خلاصه می توان گفت که به دلیل طبیعت متحرک و اجبار قبایل به حرکت ال دوام شیوه زندگی آنان ضرورتا بسیار ساده و ابتدایی می شود. زندگی در زیر چادر نمدی یا چادرهای بافته شده از موی بوز در کنار احشام و بر روی زمینی که چند ماه بعد میبایستی آن را ترک کرد به طب نمیتواند به لحاظ اجتماعی چندان پیچیده و پیشرفته باشد نیازهای سهرانشینان که عبارتند از محافظت خیش در مقابل عوامل طبیعی یعنی گرما، سرما، باد و باران و حملات حیوانات وحشی و مقابله با دسته ها و قبایل دیگر و همینطور در مرحله بعدی نگهداری و مراقبت از احشام و تأمین قضا همواره در سطحی ابتدایی قرار دارد. شیوه زندگی نیازها و مقتضیات زندگی صحرانشینی آنچنان ابتدایی و ساده است که پس از گذشت هزاران سال هنوز تغییر چندانی به خود ندیده است. به لحاظ اجتماعی چادرنشینان نه نیاز به بازار دارند، نه ارتباطات، نه مدرسه و مسجد، نه ساختمان حکومتی و دربار و پارلمان نه بانک و شرکت و تجارتخانه و کارخانه نه محکمه و قانون و زندان و نه عالم و خطیب روشنفکر و دانشمند اگر اسکان دایم را سرچشمه پیدایش شهرنشینی و به دنبال آن نهادهای اجتماعی مانند حکومت قانون، تعلیم و تربیت، بازار، بانک، مناسبات تجارتی و حقوقی، مدرسه، مسجد و خانقاه بدانیم، سهرانشینی درست در نقطه مقابل این روند قرار میگیرد. نه اینکه سهرانشینان مخالفت یا اناد خاصی با نهادهای اجتماعات شهرنشین و اسکان دایم داشته باشند بلکه آنان اساسا نیازی به این نهادها ندارند ساختار اجتماعی زندگی یک ایل یا اشیره آنچنان ساده است که اصولا نیازی به نهادهایی که لازمه زندگی پیچیده شهری است پیدا نمی کنند. اسبی تیز رو رمهی سالم فرزندانی دلیر و چابک سوار و البته پسر عملا بخش ای از نیازهای یک سهرانشین را برآورده می سازند. اما این همه مشکل نیست اینکه زندگی سهرانشینی همواره در یک حالت ساده و ابتدایی درجا زده و پیشرفتی ندارد تنها اشکال آن در ارتباط با مسئله عقب ماندگی نیست مشکل دیگری که زندگی سهرانشینی بر سر راه پیشرفت اجتماعی قرار می دهد و نتایج آن به مراتب زیانبارتر از بعد ابتدایی و ساده زیستی آن است عبارت است از تهاجم و تجاوز مکرر سهرانشینان به قلمرو مناطق اسکان دایم نوع زندگی سهرانشینان به طبع آنان را وادار می ساخت که سوارکارانی قابل و جنگاور باشند به نحوی که دسته کوچکی از آنان برای حمله و قتل و قارت منطقه وسیعی کفایت می کرد. از سویی دیگر اگر سهرانشینان دچار قحطی یا کمبود آزوغه می میشدند یا امکان دستیابی و استفاده از مراتع و چراگاه از آنان سلب می گردید که بسیار هم پیش می آمد حجوم به مناطق مسکونی برای تهیه آزوقه اگر نگفته باشیم طبیعی واکنشی قابل انتظار قبایل بود برخی از محققین زندگی اشایری حتی ادعا کردند که سرقت از مناطق مسکونی و راهزنی در حقیقت مترادف با شجاعت و دلاوری در میان اشایر به شمار می رود. نه تنها در خارج از مناطق مسکونی راهزنی و ایجاد ناامنی می کردند بلکه ساکنین شهرها و روستاها نیز همواره در ترس از حملات و شبیخونهای آنان به سر می بردند. ترس و کینه ای که در میان مردمان اسکان یافته نسبت به سهرانشینان وجود داشت باعث می گردید که آنها نیز به هنگام قدرتمندی متقابلا سعی نمایند با جنگ و اعمال زور حتی کشتار وسیع آنان سهرانشینان را تا سرحد امکان ناتوان ساخته و از منطقه خود دور کنند در مجموع می توان گفت که فقدان امنیت در راهها و مسیرهای بین شهرها و مناطق مسکونی و ترس از حملات سهرانشینان از جمله عوامل مهمی بود که مانع از رشد و گسترش تجارت و بست شبکه اقتصادی در ایران گردید. تزاد بین این دو گروه البته ریشه عمیق اقتصادی داشت. محدودیت شدید مناطق حاصلخیز در ایران باعث می شد که بین دو گروه سهرانشین و اسکان یافته همواره بر سر استفاده از این مناطق رقابت و کشمکش باشد به دلیل نیازهای معیشتیشان سهرانشینان خواهان رها کردن احشام خود در مناطق بیشتر و بهتری بودند در حالی که منافع کشاورزان درست در جهت عکس قرار می گرفت به علاوه اجتماعات اسکان یافته نیز خواهان بهره برداری از مراتع و دشت ها برای گله های احشام و چهارپایان خود بودند در نتیجه این تضاد سهرانشینان یا قبایل برای دستیابی به منابع بیشتر و غنیتر هرگاه که قادر میشدند به شهرها و مناطق مسکونی هجوم می بردند و در بسیاری از موارد حکام و قدرتهای محلی را ساقط می کردند. فلواقع اگر ادعا شود که بخش امده از تحولات تاریخی ایران در پیکارهای پایان ناپذیر میان سهرانشینان از یک سو و اجتماعات اسکان از سوی دیگر خلاصه می شود سخنی به گذاف نرفته است. نگاهی دقیقتر به تاریخ ایران نشان این واقعیت است که بخش عمده از آن عبارت است از آمدن و رفتن سهرانشینان در قالب حکومت های مختلف. این واقعیت بالاخص از قرن یازدهم میلادی یعنی قرن پنجم هجری به بعد چشمگیرتر است. به استثنای سلسله پهلوی مابقی سلسله هایی که از قرن یازدهم میلادی یعنی قرن پنجم هجری در ایران به قدرت رسیدند مبنا یا خواستگاه قبیلگی داشتند اولین آنها قبایل ترک آسیای میانه بود که در حدود سال هزارم میلادی سلسله قزنویان را در ایران تشکیل دادند از عواست قرن یازدهم قبایل ترکمن جای آنان را گرفتند که در تاریخ ما آنان را به نام سلجوقیان میشناسیم. سپس خارزب شاهیان که قبایل ترک نژاد دیگری بودند به قدرت رسیدند. در نیمه اول قرن سیزدهم یعنی هفتم هجری مغولان وارد ایران شدند. حکومت آنان تا عواست قرن چهاردهم یعنی هشتم هجری به نام سلسله ایلخانان ادامه یافت در قرن پانزدهم یعنی نهم هجری مجموعه ای از قبایل ترک، ازبک و تاتار به فرماندهی تیمور لنگ قدرت را به دست گرفتند آقویونلو و قراقیونلوها، که تیره های مختلف قبایل ترک و ترکمن بودند حکام بعدی ایران را تشکیل می دهند. در قرن شانزدهم یعنی دهم ده هجری قبایل ترک آسیای صغیر یعنی آناتولی به نام قزلباش حکومت صفوی را به وجود آوردند با ورود قبایل مستقر در ماورا و نهر به سرکردگی محمود افغان حکومت صفوی منقرض می گردد. در نیمه اول قرن هجدهم یعنی دوازدهم هجری ایل افشار که در نواحی غرب و خراسان مستقر بود به سرکردگی نادرشاه حاکم جدید ایران شد و پس از افشارها قبایل جنوب ایران یعنی لورها تحت نام سلسله زندیه به قدرت رسیدند و سرانجام در قرن نوزدهم یا به عبارت دقیق در اواخر قرن هجدهم قبیله ترک نژاد قاجار قدرت را به دست گرفت به سخن دیگر از قرن یازدهم میلادی تا اوایل قرن بیستم حکومت‌های ایران بلا استثنا منشأ قبیلگی داشتند برخی از پیامدهای منفی بلند مدت فرمانروایی قبایل در فصول بعدی تشریح شده است اما در مجموع بایستی گفت که ساختار اجتماعی ساده و ابتدایی قبیله به تا پس از آنکه این قبیله یا آن یکی بر قدرت مسلط می گردید به درون حاکمیت راه می و بزرگترین مانع را بر سر راه پیشرفت و ترقی ایران قرار میداد. استقرار قبایل در قالب قدرت سیاسی همچنین ضرورت های کشورداری و درگیر شدن در مسایل مالی، اداری و سیاسی البته آنان را الزامن متحول می نمود. به عنوان مثال، در تاریخ می خانیم که جانشینان چنگیزخان مغول سرانجام به اسلام گرویدند و به درجه ای از تمدن و فرهنگ اسلامی ایرانی رسیدند. و یا قبایل ترکمن در قالب سلسله سلجوقیان امپراتوری وسیع و مختدری به وجود آوردند. اما این تحول اولا پس از آن بود که قبایل صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر پیکر ایران وارد ساخته بودند سانیان که مقوله اساسی تری است عمر این حکومت ها چندان بقا و دوامی نمی یافت و قبل از آن که آشنایی قبیله به قدرت رسیده با ساختارها و نهادهای اجتماعی بتواند تبدیل به جریانی با دوام و بلند مدت در قالب حکومت شود از عریکه قدرت به زیر کشانده می شود. معمولا پس از گذشت مدتی از حاکمیت یک قبیله و به مجرد پیدایش آثار ضعف در آن قبایل دیگر سعی در سرنگونی آن و به دست گرفتن قدرت مینمودند در اکثر موارد نیز رمز پیروزی یک قبیله بر قبایل دیگر ظهور شخصیت نیرومندی در قالب رهبری آن قبیله بود رهبری که هم در زمینه های سازماندهی و جنگیدن از شجاعت و استعداد زیادی برخوردار بود و هم در وادی تدبیر امور و تصمیمگیریها از خود کاردانی، ظرفیت و توان قابل ملاحظه ای نشان میداد. سلطان محمود قزنوی، تغرل بیک، چنگیزخان، تیمور لنگ، اوزون حسن، شاه اسماعیل، محمود افغان، نادرشاه و آقا محمد خان جملگی نمونه چنین شخصیت بودند که از قدرت تصمیم گیری، فرماندهی نظامی و شجاعت و شهامت زیادی برخوردار بودند. البته در کنار این قابلیت ها بایستی به خصوصیات دیگر این رهبران هم اشاره داشت و آن هم خشونت، بیرحمی و تمایل به خونریزی آنهاست تمایل به خونریزی و بعضا قتل و عام مخالفین و ساکنین شهرهای مورد حمله حتی در موارد زیادی پس از تسلیم به همراه سختگیری و فقدان کوچکترین گذشت و ترحمی نسبت به مخالفین و افراد خاطی به نظر میرسد صفات ممیزه تمامی شخصیت های ایران است که دارای خواستگاه قبیلگی بودند. به هر حال مؤسسین سلسله‌های پی در پی که از قرن یازدهم میلادی به بعد بر ایران حاکم شدند همواره مردانی بودند که استعدادهای فردی کاملا متمایزی از دیگر افراد قبیله خود داشتند خود این پدیده که ظهور و افول قدرت‌ها متکی به توانمندی افراد مشخصی باشد نشان دهنده ساده بودن بافت اجتماعی آن است چه اگر جامعه دارای نهادهای استوار و جا افتاده باشد ظهور فرد ولو آنکه دارای استعداد و توانمندی های چشمگیری هم نسبت به دیگران باشد به تنهایی نمیتواند منجر به تغییرات گسترده شود البته تأکید بر عنصر فردی در تغییر قدرت سیاسی نبایستی باعث نادیده انگاشتن اسباب و علل دیگر شود بدون تردید در افتخیزهای حکومتهای مختلف در ایران که منشأ قبیلگی داشتند عوامل و علل دیگری همچون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز در کار بودند از محلال صفویه به دست افغانها را نمی توان صرفا در توان و استعدادهای یک نفر به نام محمود افغان خلاصه کرد همچنین به قدرت رسیدن قبایل ترک و ترکمن را در قالب سلسله های سلجوقیان، خارزم شاهیان و آگویونلوها یا قراقویونلوها نمی به سادگی در ظهور رهبرانی چون محمود قزنوی، سنجر، تغرل و یا ازون حسن خلاصه نمود. به طب در این تغییر و تحولات علل و عوامل دیگری هم در کارند اما در عین حال نمیتوان و نبایستی از این نکته اساسی هم قافل ماند که به دلیل ساختار ساده نظام قبیلگی تأثیر عنصر فردی در آن سرنوشت ساز بود صحرانشینی و بیثباتی اجتماعی در قسمت پیشین اشاره داشتیم که سبک زندگی چادرنشینی مترادف است با عدم پیشرفت و تکامل اجتماعی گفتیم که به دلیل ماهیت ساده و ابتدایی خود نظام قبیلگی چندان نیازی به ساختارها و نهادهای پیچیده و پیشرفته اجتماعی ندارد نیازهای آن اندک و محدود است و لذا احتیاجی به تشکیلات پیشرفته تر اجتماعی پیدا نمی کند این پدیده فی نفسه مهمترین عنصری است که بر سر راه توسعه اجتماعات ایلی قرار می گیرد. اما عامل دیگری هم به موازات آن مانع از پیشرفت جوامع قبیلگی می شود. این عامل عبارت است از فقدان ثبات سیاسی بلند مدت در حکومت های متکی بر قبایل. اگر مکانیزم به قدرت رسیدن یک قبیله را مورد نظر قرار دهیم در که این بی ثباتی چندان پیچیده نیست به قدرت رسیدن یک قبیله در وهله نخست به اتکای نیروی نظامیش صورت می گرفت مادام که این برتری نظامی ادامه می‌یافت قبیله غالب حکومت را در دست می‌داشت اما به مجرد ظهور آثار ضعف در توان نظامیش قبایل رقیب شروع به جنب و جوش نظامی میکردند از آنجا که درخشش نظامی یک قبیله به مقدار زیاد متکی به ابتکارات فردی رئیس قبیله یا دیگر بزرگان آن می بود بنابراین با کهولت رهبر قبیله یا مرگ نابهنگام او موجی از رقابت ها و درگیری های نوعا خونین و گسترده از درون و بیرون قبیله حاکم برای پر کردن خلع قدرت به وجود می آمد. از زمانی که این منازعات آغاز میشد تا زمانی که نهایتا یا همان قبیله به رهبری فرماندهی جدید و یا قبیله دیگر قدرت را قبض می نمود، ایران سالها و بعضا چندین دهه در هر جمرج و مرج بی ناامنی و جنگ ویرانگر داخلی فرو می رفت. در طی سالهای بی ثباتی و فقدان قدرت مرکزی ایران وارد دوره میشد که در اصطلاح به ملوک و توایفی معروف است. اصری که در هر گوشه و کنار مملکت قبیله یا خاندانی قدرت را به دست گرفته حکومت می کرد تا اینکه سرانجام سلطان محمود، تغرل بیک، آلب ارسلان، تیمور لنگ، اوزون حسن، شاه اسماعیل، نادرشاه یا آقا محمدخانی ظهور کنند و تک پاره های جدا شده ایران را مجددا به ضرب شمشیر گرده هم آورند و پس از مدتی مجددا نوبت به عصر بی ثباتی و جنگ های داخلی و ناامنی یا ملوک و توایفی می رسید. از قرن یازدهم میلادی یعنی پنجم هجری به بعد پدیده ملوک و توایفی نخستین بار در خلال جابجایی قدرت بین قبایل ترک و ترکمن یعنی قزنویان و سلجوقیان بروز کرد. حدوداً از اواسط قرن یازدهم که قدرت قزنویان رو به ضعف میگذارد تا به قدرت رسیدن حکام جدید سلجوقی قدرت های مختلفی در اطراف و اکناف ایران سربرداشتند سیمجوریان، زیاریان، چوغانیان، قراختاییان، کاکویان و بقایای آل بویه جدای از این قبایل دهها خاندان ریز و درشت دیگر نیز که بسیاری از آنها مبنای تایفگی داشتند سعی کردند تا بر گوشه از مملکت فرمان برانند سرانجام پس از قریب به نیم قرن هر مرج با به قدرت رسیدن قبایل ترکمن در قالب سلسله سلجوقیان تمرکز قدرت مجددا به وجود آمد جابجایی قدرت بین ترکمنهای سلجوغی و ترکان خارزمشاهی در اواخر قرن سیزدهم میلادی یک بار دیگر عصر هرج و مرج و ملوک و توایفی را در ایران ظاهر ساخت پس از تاخت و تاز نابود کننده مغولان در نیمه اول قرن سیزدهم، از نیمه دوم این قرن به تدریج جانشینان مغول در ایران تحت عنوان ایلخانان نزدیک به هفتاد سال حکومت کردند. با شروع فروپاشی ایلخانان از عواست قرن چهاردهم و از محلال قدرت مرکزی ملوک و توایفی مجددن در ایران سایه افکن شد. قبایل و خاندانهای مختلفی در گوشه و کنار ایران صاحب قدرت شدند چوپانیان در آذربایجان، آل جلایر در غرب یعنی عراق امروزی آل مزفر در جنوب یعنی یزد، کرمان، فارس آل کورت در شرق یعنی خراسان و مناطق ماورا و نهر اسحاقیان در شمال یعنی گیلان، اتابکان لور در غرب و جنوب غربی و سربداران در سبزوار و تبرستان یعنی مازندران در طول نزدیک به نیم قرن بیش از دوازده حکومت جایگزین یکدیگر شدند تا سرانجام با حجوم قبایل ترک، تاجیک اوزبک و تاتار از ماور و نهر یعنی افغانستان به رهبری تیمور لنگ مجددا قدرت مرکزی بر ایران سایه افکند. اما تمرکز و آرامش چندان به درازان نینجامید. و با مرگ تیمور لنگ قدرت مرکزی به تدریج شروع به فروپاشی کرد و مجددا بی ثباتی جنگ های داخلی و ملوک و بر ایران چیره گشته و قبایل مختلف در اطراف مملکت قدرت را به دست گرفتند قلمرویی که تیمور در زمان خود به وجود آورده بود بسیار گسترده بود و از هندوستان تا سواحل دریای مدیترانه گسترش یافته بود اما همانند بسیاری از امپراتوری های دیگری که از قرن یازدهم میلادی به بعد در ایران به وجود آمده بودند همچون امپراتوری سلطان محمود قزنوی یا امپراتوری سلجوقی ها و سلطان محمد خارزمشاه فاقد یک پایگاه استوار سیاسی و اجتماعی بود در مجموع ماهیت این امپراتوری ها فت یا در حقیقت تصرف مناطق وسیعی به ضرب شمشیر بود بدون آنکه ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی چندان استواری در آنها به وجود آمده باشد و تمامی آنها نیز پس از پایان اقتدار فاتح بلافاصله از هم پاشیدند سرنوشت امپراتوری عظیم تیمور لنگ نیز جدا از این الگو نبود و با مرگ او در سال 1405 میلادی 807 هجری ایران وارد یکی دیگر از دوره های شد غزنه یا افغانستان و هند تحت حکومت یکی از جانشینان تیمور درآمد پیر محمد نوه تیمور آذربایجان و عراق تحت حکومت جانشینی دیگر جلال الدین میرانشاه پسر تیمور خراسان ماورا و نهر سیستان و مازندران در دست پسر دیگر یعنی معین شاهروخ فارس و مناطق جنوبی ایران به خانواده پسر دیگر تیمور یعنی معزدین عمر شیخ رسید ارمنستان و گرجستان قلم روی اعقاب دیگر او شد و در مابقی متصرفات تیمور قدرت های کوچک و بزرگ متعددی زمام امور را در دست گرفتند. به تدریج بخشی از قبایل ترکمن قراغویونلو و آقویونلو آق سعی کردند بخشی از خلع قدرت مرکزی پس از مرگ تیمور را پر کنند. اما حوزه اقتدار آنها بیشتر در شمال غربی ایران یعنی آناتولی یا همون ترکیه امروزی و آذربایجان بود بدون آنکه بتوانند نفوذ چندانی بر مابقی ایران پیدا کنند فعل واقع مقارن با به قدرت رسیدن قزل باشها یعنی قبایل ترک آسیای صغیر و تشکیل سلسله صفویه در قرن شانزدهم ایران سالهای زیادی میشد که در ورته کامل ملوک و توایفی فرو رفته بود خانم میر احمدی در کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عهد صفوی میگوید در غرب و نواحی جنوب غربی این حکومت ها وجود داشتند سلطان مراد آقویونلو قسمت اعظم عراق عجم یعنی عراق قوم و ساوه را در تصرف داشت در عراق عرب یعنی عراق امروزی بایرک بیک پرناک حکم میراند و در سرزمین دیار بکر یعنی بخشی از ترکیه امروزی کازم بیک حکومت داشت در شرق ایران و خراسان سلطان حسین میرزا شاهزاده تیموری حاکم بود در قندهار امیر زلفنون، در بلخ بدی و زمان تیموری و در کرمان ابوالفتح بایوندور حکومت می کرد در مرکز ایران و فلات داخلی هم دولت های کوچکی بود مراد بیک بایوندور در یزد، رئیس محمد کره در عبرغو حسنکی کیای چلاوی در سمنان، خار، فیروسکو و به طور کلی مازندران و سرانجام قاضی محمد کاشانی و جلال الدین مسعود در کاشان بودند. اگر به این لیست قدرت های دیگر نظیر الیاس بیک ایغور اغلو در تبریز، و الوند میرزا و دیگر حکام ترکمن وابسته به آقویونلوها و قراقویونلوها در نواحی آذربایجان و بخشهایی از آسیای صغیر و بالاخره حکام و فرمانروایان متعدد نواحی قفقاز گرجستان داغستان و ارمنستان را هم اضافه نماییم به این نتیجه می رسیم که مقارن با بروی کار آمدن سلسله صفویه در قرن شانزدهم میلادی در ایران بیش از 20 حکومت مختلف و در حال پیکار با یکدیگر وجود داشتند به سخن دیگر در فاصله بین قرن یازدهم تا شانزدهم میلادی از برخی از مقاطع کوتاه مدت که بگذریم در بیش از چهار پنجم این 500 سال ایران درگیر جنگ های داخلی بین قبایل و دودمان های مختلف محلی غالباً با مبنای طایفگی بود کشمکش هایی که در خلع یک قدرت مرکزی مختدر ما بین خورد قدرت های عدیده برای کسب قدرت یا حفظ آن ایران را در خود فرو می برد. در عهد بعد از صفویه نیز این تصویر مجددا ظاهر می شود. سلاطین اولیه صفوی به کمک جنگ های فراوان در نهایت موفق به استقرار یک قدرت مرکزی شدند که اوج اختدار آن در زمان شاه عباس کبیر بین سالهای 1588 میلادی الا 1629 میلادی بود اما تمرکز قدرت تا اوایل قرن هجدهم بیشتر دوام نیاورد با حمله قبایل مختلف افغان به رهبری سلطان محمود افغان به ایران در سال 1722 میلادی سلسله صفوی منقرض شده ایران مجددا وارد عصر هرج و مرج و ملوک و شد تا سرانجام از اواخر قرن هجدهم و اواخر قرن نوزدهم قبایل ترک قاجار موفق شدند حکومت مرکزی به نسب مختدری تشکیل دهند در طی این قریب به هفتاد سال تلاطم و فقدان قدرت مرکزی یعنی از زمان سقوط صفویه تا تشکیل سلسله قاجار نادرشاه نزدیک به 20 سال و کریمخان زند سی سال حکومت نمودند اما 20 سال حکومت نادر در حقیقت عبارت بود از 20 سال جنگ و کارزارهای بیپایان با قبایل و تایفه های مختلف و متعدد داخلی و در مرحله بعدی لشکرکشی های خارجی حکومت قبایل جنوب در قالب فرمانروایی کریم خان زند نیز اگرچه آرامتر از ایل افشار بود اما حدود آن عمدتا خلاصه میشد به نواحی جنوب تا مناطق مرکزی در مابقی ایران حکام و قدرت های مختلف بعضا مستقل از قبایل جنوب و لورها حکومت می کردند. به قدرت رسیدن قبیله قاجار نیز جدای از این روند نبود به دنبال مرگ کریم خان زند در سال 1784 میلادی آقا محمد خان فرزند یکی از رؤسای قبیله قاجار که قبیلش در پیکار با قبایل جنوبی شکست خورده و برخی از سران ارشد آن به اسارت در دربار کریم خان به سر می بردند فرصت را مختنم شمرده و با بازگشت به قبیلش در شمال کشور و ایجاد اتحاد بین توایف مختلف آن موفق گردید قدرت را به دست گیرد موفقیت او البته مرهون سخت کوشی، جنگجویی و لیاقت های فردیش بود اما آنچه نمی بایستی از نظر دور داشت این واقعیت است که موفقیت قبیله قاجار بر دیگر قبایل و مدعیان قدرت نتیجه نزدیک به 20 سال جنگ داخلی بود بی ناشی از ساختار ایلی و تایفگی قدرت در ایران را همچنین میتوان در تغییر پایتخت در ایران ملاحظه نمود. قزنویان شهر قزنه در شرق ایران یا همان افغانستان امروزی را که نزدیک به محل اسکان تایفهشان بود پایتخت قرار دادند. با تسلط قبایل ترکمن یعنی سلجوقیان پایتخت ایران تغییر کرد. ابتدا نیشابور بعد ری، سپس مرو و بالاخره در زمان آخرین سلاطین سلجوقی اصفهان پایتخت ایران شد. با تسلط قبایل ترک نژاد شاهی از اواخر قرن دوازدهم پایتخت ایران مجددا تغییر یافته و به گرگانج در خارزم یعنی ترکمنستان امروزی انتقال یافت. مغولان نیز پایتخت را به دلخواه خود تغییر دادند. در زمان ایلخانان ابتدا مراغه، سپس تبریز و سرانجام سلطانیه نزدیک زنجان به نوبت پایتخت ایران شدند. با تسلط قبایل ازبک به رهبری تیمور لنگ پایتخت ایران به سمرقند انتقال یافت و مدتی نیز هرات پایتخت بود. با تسلط حاکمان بعدی قبایل ترکمن آقویونلو و قراقویونلو مرکز سیاسی ایران از شرق به غرب کشور منتقل شد اردبیل، مراغه و سپس تبریز به علاوه مناطقی از آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی به ترتیب پایتخت ایران شدند با به قدرت رسیدن قبایل قزلباش یا همان صفویان پایتخت ایران مجددا جابجا شد در ابتدا اردبیل و سپس تبریز پایتخت ایران شدند در اواسط قرن شانزدهم شاه تهماسب پایتخت را از تبریز به قزوین منتقل کرد در اواخر همان قرن شاه عباس مجددا پایتخت ایران را تغییر داده و از قزوین به اصفهان منتقل کرد در زمان نادرشاه خراسان مرکزیت یافت و در نیمه دوم قرن هجدهم و در زمان تسلط قبایل جنوب کشور یعنی زندیه پایتخت به شیراز نقل مکان یافت و سرانجام در آغاز قرن نوزدهم آقا محمدخان تهران را پایتخت قرار داد. فلواقع در طی 800 سال از قرن 11 هم تا 19 میلادی پایتخت ایران همچون توپ فوتبال در میان قبایل مختلف ایران در گردش است اینکه پایتخت ایران کجا قرار می گرفت بسته به این بود که کدام قبیله قدرت را در دست داشت اگر قبایل آسیای مرکزی قدرت را در دست می گرفتند نواحی خراسان و ماورا و نهر پایتخت می شد اگر قبایل مناطق آناتولی به حکومت می رسیدند، پایتخت به نواحی آذربایجان انتقال می آفد. اگر لورها و قبایل جنوبی قدرت می یافتند، مرکز ایران به جنوب منتقل می شد و اگر قبایل غرب کشور مسلط می شدند، پایتخت به آن سمت می رفت. جدای از موقعیت قبایل عامل دیگری که استقرار پایتخت را در محل جدیدی رقم میزد ملاحظات نظامی و جنگهای پایان ناپذیر میان قبایل از یک سو و میان ایران و همسایگانش از سوی دیگر بود نیاز به توضیح چندانی نیست که اگر ثبات سیاسی تمرکز قدرت به همراه استمرار و مرکزیت پایتخت یا مادر شهر را از جمله ملزومات تکامل اجتماعی و توسعه بدانیم در این صورت آنچه در ایران بالاخص از قرن یازدهم میلادی به بعد شاهدش هستیم درست در عکس این جهت حرکت کرده است عنصر سوم تمرکز قدرت در دست حکومت در فصل اول شنیدیم که تمرکز قدرت در دست حکومت یکی از اساسی ترین خصوصیات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در طول تاریخ بوده است شنیدیم که چگونه در ایران هرگز نهادهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی مستقل از حکومت همانند جوامع غربی نتوانستند به وجود آیند و چگونه سیطره قدرت بیچون و چرای حکومت بر هر امر ریز و درشت جامعه سایه افکن شد به اعتقاد ما این پدیده را بایستی سومین خصوصیت زیربنایی ساختار اجتماعی در ایران که ناشی از شرایط طبیعی و اقلیمی آن میشود به حساب آورد اینکه چرا و چگونه حکومت در ایران به طور کلی در جوامع شرقی آنچنان مختدر میشود موضوعی است که باعث به وجود آمدن مباحث زیادی در میان نظریه پردازان مارکسیست از یک سو و محققین غیر مارکسیست از سوی دیگر شده است سعی ما در اینجا آن خواهد بود که حتی امکان از وارد شدن به این مباحث اکادمیک خودداری نموده و صرفا تا حدی که به بحث اصلی ما مربوط می شود اکتفا کنیم به اعتقاد محققین مارکسیست منشأ پیدایش حکومت در جوامع اولیه ناشی از به وجود آمدن تزاد در میان نیروهای تولید کننده بوده است به این صورت که در جریان رشد و گسترش کمون اولیه به تدریج لایه های اجتماعی متفاوت در آن شکل می گیرند. گروهی به دلیل برخورداری از اتحاد و انسجام بیشتر در میان اعضای خود موفق می شوند از دیگران نیرومندتر شوند گروهی به دلیل برخورداری از شرایط فیزیکی قویتر گروهی به دلیل دستیابی به امکانات طبیعی بهتر و مساعدتر ادهی به دلیل دستیابی به سنگ و فلز و استفاده از آنها برای شکار و احتمالا نبرد با دیگران دستهی به دلیل کشف کشاورزی ابتدایی و استفاده از خاک برای تکثیر گیاهان و رام کردن برخی از حیوانات وحشی و در نتیجه استفاده از آنها برای بالا بردن تولید محصولات کشاورزی و تولید بیشتر مواد غذایی از طریق پرورش و نگهداری حیوانات از دیگران جلو می افتند. صرف نظر از آن که کدام اسباب و علل باعث قدرتمندتر شدن و پیشی گرفتن بعضی از انسانهای اولیه بر انسانهای دیگر می شود در پی این تحول گروه نیرومندتر شده موفق به تولید بیشتر و در نتیجه دارای قدرت مضاعف می شود گروه اخیر ظاهرا موفق می شود که به مرور زمان امکانات تولیدی خود را گسترش دهد و لاجرم انسان های دیگری را برای تولید در اختیار گیرد به دلیل تملک گروه نیرومند شده بر ابزار تولید و حتی انسان های دیگر نتیجه یا محصول تلاش های دیگران به صورت کار یا جزئان در اختیار این گروه قرار می گیرد که به نوبه خود اسباب نیرومندتر شدن آنان را فراهم می سازد. مارکس معتقد است که در چنین جامعه‌ای بین گروه قدرتمند و دیگران که برای گروه فوق کار می کنند یا در تملک گروه قدرتمند می باشند بر سر تقسیم منابع و محصول تضاد ایجاد می شود. به منظور جلوگیری از فروپاشی این نظام و بقای روابط تولیدی آن جامعه به نهادی نیازمند است تا با ایجاد نظم و وادار نمودن اعضای جامعه به پذیرش حق صاحبان قدرت در نحوه تقسیم محصول ثبات و دوام ساختار فوق را فراهم سازد. مارکس این نهاد را حکومت مینامد و معتقد است که حکومت ها در حقیقت عاملی برای تثبیت ساختار قدرت در جامعه بیش نیستند از دید او از آنجا که حکومت به جز حفظ ساختار قدرت در جامعه وظیفه دیگری ندارد و از آنجا که ترکیب و ساختار قدرت در جامعه به نفع گروه یا طبقه است که امکانات تولیدی را در اختیار دارد بنابر این حکومت فی نفسه عاملی است که در جهت حفظ و پاسداری از منافع طبقه فوق قرار می گیرد به عبارت دیگر حکومت صرفا وسیله و عاملی است در جهت حفظ، نگهداری و توسعه منافع یک طبقه خاص یا گروه مشخص از جامعه از این روست که اصطلاح طبقه حاکم این چنین در فرهنگ سیاسی مارکسیسم متداول شده است. تا بدینجا اختلاف نظر چندانی در میان مارکسیست ها در خصوص مبدع پیدایش حکومت وجود ندارد. جامعه اولیه توسعه یافته و با توسعه آن ساختار تولید در جامعه گستردهتر و پیچیدهتر می شود. تحول کمی و کیفی در تولید منجر به پیدایش طبقات مختلف می شود که بر سر تقسیم منافع اقتصادی با یکدیگر در تضاد قرار می گیرند. به منظور جلوگیری از هر مرج و فروپاشی جامعه ضرورت پیدایش نهادی اجتماعی به نام حکومت پدید می آید که وظیفه اصلی آن انسجام امور، تنظیم روابط اجتماعی و تعیین تکلیف جریان امردهی و امربری جامعه است. جامعه شناسان مارکسیست بحث را از این تعریف ساده و عام گامی به جلوتر برده و معتقدند که حکومت اگرچه انسجام، نظم امنیت، ترتیب امور و روابط اجتماعی فردی و گروهی انسانها را با یکدیگر و نسبت به جامعه ای که در آن به سر میبرند تنظیم می نماید اما کل عمل کرد و جهتگیری نهاد حکومت در حقیقت بگونه است که در جهت تحکیم، تثبیت و حتی افزایش منافع یک طبقه خاص از جامعه می باشد. طبقه ای که وسایل و امکانات تولید و ایجاد ثروت را در دست دارد اهم از آن که ابزار تولید در ساده ترین شکل آن یعنی برده باشد یا زمین و رعیت یا کارخانه و سرمایه و اساساً هر آنچه قادر باشد ایجاد ثروت نماید به عبارت دیگر اگر چه حوزه اقتدار حکومت شامل همه اقشار و طبقات جامعه می شود اما در عمل بیشترین سعی و تلاش آن در جهت تأمین و حفظ منافع طبقه است که بیشترین قدرت اقتصادی را داراست اگر به عنوان مثال برده و بردهداری اساس و پایه اقتصادی جامعه ای را تشکیل دهد در آن صورت و البته از دید مارکس حکومت چنین ای در جهت تأمین منافع بردهداران خواهد بود اگر کشاورزی پایه و اساس اقتصادی آن را تشکیل دهد در آن صورت تلاش حکومت در جهت حفظ منافع زمینداران و ملاکین خواهد بود و ایزن اگر صنایع یا تجارت اساس و پایه اقتصادی جامعه را تشکیل دهد در آن صورت حکومت آن جامعه حافظ و پاسدار منافع صاحبان صنایع یا تجار و سرمایهداران خواهد بود اگر ایرادات، کاستی ها و نظرات منتقدین و مخالفین مارکس را در خصوص مبنای پیدایش حکومت نادیده بگیریم، مشکل اساسی که این نظریه پیدا می کند در انتباق آن با نحوه پیدایش حکومت در ای مثل ایران است. مشکلی که به نظر می رسد خود مارکس بیش از همه از آن آگاه بود. معزالک بسیاری در ایران فرضیه فوق را دست نخورده و بدون در نظر گرفتن شرایط طبیعی و واقعیات موجود تحولات اجتماعی ایران به کار می گیرند. در نتیجه بسیاری از ویژگی های زیربنایی و مهم اجتماعی ایران بدون آنکه تجزیه و تحلیل درستی از آنها ارائه شود در پرده ای از ابهام قرار می و یا آنکه صرفاً با ارائه تحلیل های کلی و قالبی از آنها عملا از این خصوصیات در می گذرند. به عنوان مثال، چگونه می شود که در ایران نهادهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی مستقل از حکومت به وجود نمی آید در حالی که همانطور که در فصل اول شنیدیم چنین نهادهایی در جوامع غربی به وجود می آیند چگونه می شود که در جوامع غربی حکومت فقط می تواند بخشی از قدرت را در دست داشته باشد و بخش دیگر را کلیسا، فعودالها و بعدها نهادهای جدیدتر همچون پارلمان، احزاب، رسانه های گروهی، مطبوعات، گروه های فشار و لایه های جدید شهری در دست دارند اما در ایران خارج از حکومت اساساً هیچ نهاد یا گروه اجتماعی دیگری قدرت ندارد اگر روند پیدایش حکومت در طول جریان تکامل اجتماعی ایران همانند غرب می بود آنطور که ایران شناسان مارکسیست اتحاد شوروی و به طبع آنان بسیاری از ایرانیان اعم از مارکسیست یا غیر مارکسیست تحلیل نمودند در این صورت و علل اصول در ایران هم همانند غرب نهادها و گروه های اجتماعی مستقل از حکومت می بایستی به وجود می آمدند. از آنجا که چنین تحولی در ایران صورت نمی گیرد، منطقاً بایستی در اساس این اندیشه که حکومت در ایران هم همچون جوامع غربی مورد نظر مارکس مولود تضاد نیروهای تولیدی بوده است، شک نمود. در بخش نخست این فصل شنیدیم که ایران منطقه خشک و کم آب است، بنابراین و ضرورتا شکل زندگی و نوع جامعی که در آن به وجود آمد منطبق یا دقیقتر گفته باشیم معلول شرایط اقلیمی آن بوده است شنیدیم که این اشکال عمدتا خلاصه میشد در پراکندگی اجتماعات اسکان یافته از یک سو و زندگی چادرنشینی از سوی دیگر این دو به تنهایی کمتر می توانستند منشأ قدرت های بزرگی بوده باشند که در ایران در زمان هخامنشیان یا ساسانیان به وجود آمد در این صورت چگونه علا رقم پراکندگی اجتماعات اسکان یافته و سبک زندگی سهرانشینی با همه مشکلات و موانعی که این دو بر سر راه توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی قرار می دهند، ایران موفق می شود تا یکی از بزرگترین و مختدرترین امپراتوری های جهان باستان را به وجود آورد. بخشی از پاسخ به سؤال فوق ما را وارد بحث پیرامون مقوله حکومت می نماید و اینکه مبنای پیدایش قدرت و اساسا شیوه اعمال حاکمیت در ایران چگونه و چرا با الگوی غربی آن تفاوتهای بنیادی پیدا می کند. اجتماعات اولیه انسانها صرف نظر از آنکه در غرب یا شرق پدید آمده باشند، وابستگی زیادی به امکانات طبیعی برای بقا و رشد خود داشتند. به دلیل پایین بودن سطح دانش بشری، انسانها صرفاً به آنچه در طبیعت به صورت آماده می‌یافتند متکی بودند. بنابراین استفاده از آن چه در طبیعت وجود داشت پایه رشد و توسعه اجتماعات اولیه بود از جمله مهمترین و اصلی ترین منابعی که در طبیعت وجود داشت آب بود و به نظر میرسد همین عامل بود که شرق و غرب را در جریان تکامل بعدی خود به راههای جداگانه کشاند. در غرب آب به حد وفور و به مراتب بیش از آنچه مورد نیاز انسانها باشد وجود داشت نزولات جوی غنی منابع سرشار آبهای جاری و بالاخره سهل بودن دستیابی به دریاها امکاناتی بودند که سرنوشت تکامل اجتماعی غرب را رقم زدند اما در شرق چنین امکاناتی به صورت گسترده وجود نداشت اولین و مهمترین تفاوتی که در نتیجه شرایط اقلیمی در شرق و غرب به وجود آمد این بود که در غرب به دلیل وفور امکانات طبیعی نیازی به نیروی انسانی برای تهیه، انتقال و توزیع آن نبود. به گفته دکتر خونجی در سراسر اروپا برخلاف مشرق زمین ابرها وظیفه توزیع عادلانه آب را همواره برهده داشتند و بدین سبب است که برای اروپاییان هرگز مسئله به نام آب وجود نداشته است تقریبا در سراسر اروپا آب همچون هوا و آفتاب نه محدود بوده و نه قابل تملک اما در شرق به دلیل کم بوده آب تصویر کاملا متفاوتی به وجود آمد در اینجا انسانها از همان ابتدا مجبور شدند تا با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم کنند آنان به حکم نیاز مجبور شدند که برای بقا و توسعه جوامع خود به تلاشی عظیم دست بزنند ابزار و لوازم برای انتقال آب اختراع نمایند کانال بکشند قنات حفر کنند و بند بکشند تا بتوانند بخشی از نیازهای خود به آب را تأمین نمایند به نظر می رسد ایرانیان نخستین کسانی بودند که به کمک اختراع ابزار و دستگاه های مکانیکی موفق شدند آب را از بستر رودخانه و سطوح پایین به مناطق بالاتر منتقل نمایند. پروفسور مکلوی معتقد است که اختراع ایرانیان که به نام چرخ ایرانی معروف شد در حدود سه قرن قبل از میلاد به همین نام در مناطق دیگر جهان مورد استفاده بوده است. نمونه دیگر تلاش انسانی برای تهیه آب که به مراتب از اختراع و ساختن دستگاه های مکانیکی گسترده تر و اساسی تر بود حفر قنات است ایرانیان از زمانهای قدیم موفق شده بودند تا با حفر تونل در زیر زمین آبی را که در کوه ها و مناطق مرتفع در دل زمین بود به مناطق پایین تر منتقل نمایند. این سیستم آبرسانی که به نام قنات معروف است نیاز زیادی به نیروی انسانی دارد و پس از حفر آن نیز بایستی قنات را نگهداری کرد و مرتبا گلولایی را که در نتیجه ریزش دیواره تونل در مسیر حرکت آب در زیر زمین به وجود می آید خارج نمود طول یک قنات به چندین کیلومتر حتی تا هفتاد کیلومتر می رسد عمق قنات در نقطه شروع بین 20 تا 90 متر متغیر است. حتی امروزه با استفاده از امکانات تکنولوژی پیشرفته نیز حفر کانالی در زیر زمین به عمق 90 متر و به طول ده ها کیلومتر امری مشکل و با هزینه بالا خواهد بود چرا رسد به زمان قدیم و ایران باستان که پار سنگی تیز یا قطع فلزی پهن شده حد نهایی پیشرفت تکنولوژی انسان ها بود ما امروز آمار دقیقی از تعداد قناتهای ایران در گذشته های دور نداریم اما آمارهای اخیر شمار قناتها را حتی تا رقم پنجاه هزار نیز ذکر کردند اگر متوسط طول یک قنات را 5 کیلومتر بگیریم در این صورت در دهه 1340 هجری شمسی مجموعه شبکه قنات ایران به 250 هزار کیلومتر میرسیده است با در نظر گرفتن این واقعیت که در دهه های اخیر شمار قنات ها به کاهش بوده است تنها نتیجهگیری قطعی در مورد گذشته این است که طول این شبکه های گسترده ساخته بشر در ایران متجاوز از دویست و هزار کیلومتر بوده است اگر در ایران آب کم بوده در عوض به نظر می رسد که بخشی از این کم بود را تلاش های انسانی جبران می کرده است تلاش هایی که برای تهیه و تأمین آب صورت می گرفته، طبیعتا نمی توانسته به شکل فردی صورت گیرد و الزامن می بایستی به شکل دست جمعی و گروهی انجام پذیرد اما سؤال اساسی تری که به کار ما مربوط می شود این است که تشکل اجتماعی لازم برای سازماندهی این تلاش های عظیم برای آبیاری مصنوعی چگونه تحقق میافته است. حفر تونلی در عمق سی یا پنجاه متری زمین به طول ده تا پنجاه کیلومتر کشیدن کانالی از کرخه یا کارون که آب را به کیلومترها دورتر منتقل نماید بستن صدی بر روی این رودخانه یا آن یکی البته در زمان خودش کارهای عظیمی بوده است اما در عمل در جوامع اولیه چگونه و چه کسی متولی اجرای آن میشد هزینه و به زبان امروزی بودجه مورد نیاز آن از کجا تأمین می چه کسانی و به چه میزان حق برداشت از نتیجه کار را داشتند و اساساً قنات حف شده، بند احداث شده یا کانال کشیده شده متعلق به چه کسی یا چه کسانی بود؟ زمین‌هایی که تا قبل از آن بایر بودند و عملاً بی‌ارزش اما به واسطه ی آب حاصل از قنات یا بند یا کانال دایر می‌شدند به چه کسی تعلق می‌گرفت؟ پاسخ بدین سوالات و مهمتر از همه نفس ایجاد تأسیسات آبیاری که به دلیل طبیعت خود به اجبار کارهای دست جمعی میطلبید ضرورت پیدایش نهادی را به وجود آورد که بتواند امور فوق را ردخ و فتق نماید. این ضرورت و نیاز به نهاد یا سازمانی که قادر باشد امور مربوط به تهیه و توزیع آب در جوامع شرقی از جمله ایران را اداره نماید مبنای پیدایش حکومت در این جوامع گردید چنین ضرورتی در اروپا وجود نداشت چون وفور آب باعث می شد تا مسئلهی به نام تهیه و توزیع آن به عنوان یک مشکل و یک امر اجتماعی به وجود نیاید. اما در ایران به دلیل کمبود آب چنین نیازی از همان ابتدای پیدایش نخستین نطفه های پیدایش حکومت در اجتماعات اولیه را به وجود آورد. به عبارت دیگر در جوامع شرقی مبنای پیدایش حکومت بر اساس تزاد آنگونه که مارکس در مورد جوامع غربی بحث می نماید نبود بلکه درست برعکس آن بر اساس نیاز به کار دست جمعی برای تهیه و توزیع آب بود حتی قبل از آن که انسانها به فکر تهیه آب از طرق مصنوعی و ساخته دست بشر بیفتند برای مدیریت امر توضیع منابع طبیعی آب همچون رودخانه ها، چشمه ها و برکه ها مجبور بودند نهادی به نام حکومت یا ریاست را در جامعه ایجاد کنند. اگر پیدایش حکومت در غرب بر اساس به وجود آمدن تضاد بوده باشد آنگونه که مارکس معتقد است مبنای پیدایش آن در شرق بیشتر اتحاد یا ضرورت کار دست جمعی بوده است نتیجه تاریخی و مهمی که از این دو مبنای پیدایش متفاوت و تا حدی متضاد به دست می آید این است که در غرب نخوص تولید می بایستی به وجود آمده باشد سپس رشد نموده و در جریان رشد خود به دلیل پیدایش تزاد در میان نیروهای تولید کننده حکومت ظهور کرده باشد اما در شرق از همان ابتدا نیاز به حکومت بوده که آب را توزیع نماید تا تولید به افتد بنابر این ظهور تمدن در غرب در قالب حکومت شهر و شهرنشینی می بایست دیرتر از شرق صورت گرفته باشد شواهد و قراین تاریخی هم در مجموع چنین نظریه ای را تایید می نماید آن مقدار آثار باستانی که تا کنون از گذشته بشر به جامانده حاکی از آن است که ظهور حکومت، تمدن و شهرنشینی در شرق به مراتب زودتر از غرب شکل گرفته است چنین ملاحظاتی البته ارزش تاریخی دارند اما آنچه بیشتر به کار ما میخورد پرداختن به نتایج عملی است که از بحث فوق در خصوص مبنای پیدایش حکومت در شرق به دست میآید نظریه شیوه تولید در شرق و نقش محوری که حکومت در جریان تولید در این جوامع پیدا می کند، از قرن نوزدهم به این طرف به نام وجه تولید آسیایی معروف می شود. همانطور که پیشتر نیز اشاره داشتیم مارکس خود از نخستین کسانی بود که بر روی تفاوت نحوه تولید در شرق نسبت به غرب انگشت گذارد او در مقاله در سال 1853 میلادی تفاوت فوق را این گونه شهر می دهد. آب و هوا و شرایط اقلیمی و مخصوصاً پهنه وسیع بیابانها که از صحرای آفریقا از طریق عربستان و ایران و هند تا تاتارستان و مرتفع ترین فلات های آسیا دامن خود را گسترانیدند سبب پیدایش آبیاری مصنوعی به وسیله کانال ها و مؤسسات آبیاری شد که پایه کشاورزی شرقی را تشکیل می دهد. در بین و نهرین و ایران از آبهایی که دارای بستر مرتفع هستند برای آبگیری کانال های آبیاری استفاده می نمایند. این ضرورت حاد یعنی لزوم استفاده اقتصادی از آب به وسیله جماعت ها همان ضرورت دخالت قدرت مرکزی حکومت را ایجاب کرده است. مورخ انگلیسی رابرتس نیز در اثر معروفش پیرامون تاریخ جهان موشکافان شهر می دهد که چگونه تلاش به منظور مهار سیلاب دجله و فرات در منطقه جنوب بین النهرین یعنی مناطق جنوب شرقی عراق امروزی و آماده ساختن زمین و آبیاری آن برای کشاورزی و در نتیجه اسکان دایم ضرورت همکاری دست جمعی می انسان‌ها را به وجود آورد. به گفته رابرتس در نتیجه این همکاری اجتماعات بزرگتری به وجود آمدند و به تدریج نهاد قدرت در دل این اجتماعات که میتوان آنها را نخستین نطفه های شهر دانست شکل گرفت. منابع تاریخی که امروزه در خصوص ایران باستان در دسترس است بیشتر شرح اتفاقات پیرامون شاهان و سرداران و وصف جنگ ها و های آنان است و شاید نتوان نظریه تولید آسیایی را مستقیما با مراجعه به تاریخ نشان داد اما در عین حال از لابلای نوشته های برخی دیگر از نویسندگان و محققین دقیقتر و جرف نگرتر که به جنبه های زیربنایی تحولات اجتماعی آن اصل پرداختند شاید بتوان تا حدودی به نقش بنیادی حکومت در امر اقتصاد و کشاورزی در ایران پی برد. از جمله در اثر گیرشمن محقق ایرانشناس فرانسوی میتوان اینجا و آنجا رگه های از این نقش مشاهده نمود طبق نوشته گیرشمن یکی از مهمترین اقدامات حکومت هخامنشی حفر قنات در مناطق کم آب امپراتوری بوده است به علاوه حکومت به امر خوش کردن باطلاخ ها می پرداخته است امری که همچون ایجاد قنات یا مهار بستر رودخانه های دجله و فرات از عهده چند نفر خارج بوده و لزوما پای حکومت را به میان می آورده است گرشمن همچنین اشاراتی حاکی از نقش حکومت در توسعه کشاورزی از طریق درختکاری و آوردن درختان و نباتات جدید از مناطق دیگر به ایران و بالاخره وضع مقررات برای استفاده از جنگل ها دارد. به علاوه او می نویسد که از جمله وظایف بانکی که در قرن هفتم قبل از میلاد توسط حکومت در ایران تأسیس شده بود حفر قنات و فروش آب به کشاورزان بوده است اگر برای نشان دادن نقش بیچون و چرای حکومت در امر تهیه و توزیع آب در عهد باستان شواهد کمی وجود دارد برای زمانهای بعد از آن ما با چنین مشکلی مواجه نیستیم پروفسور لامپتون در اثرش پیرامون ایران قرون وسطا این نقش را با وضوح بیشتری نشان می‌دهد به اعتقاد او یکی از غنیترین جنبه های نوشته های سیاسی ایرانیان در آن عصر مربوط به نقش حکومت در امر تهیه آب و آبیاری است. او می نویست که آثار سیاسی در آن دوره مکررن در خصوص نقش شاه و حکومت در امر آبیاری و تقسیم آب تأکید می نماید و اینکه که و ملوک بایستی در این مهم کوشیده و امر تقسیم آب را با رعایت عدل و انصاف انجام دهند خاج نظام الملک در اثر معروفش سیاستنامه هشدار می دهد که اگر حکومت نسبت به وظیفش در امر تهیه و تقسیم آب کم توجهی کند خسارت زیادی به کشور وارد می آید. او بالاخص هشدار می دهد که اگر در تقسیم آب ظلم صورت گیرد و حکومت آن را به عدالت تقسیم ننماید خیر و برکت و فراوانی نعمت از جهان و نه فقط از ایران رخت برمیبندد. عبارت مشهور و تاریخی هیچ آفتی برای محصولات کشاورزی بدتر و مخربتر از ظلم شاهان نیست نشان دهنده عمق نفوذ و نقش محوری حکومت در زیربنای اقتصاد جامعه است ارتباط تنگاتنگ حکومت و آب را همچنین میتوان از طریق تشکیلات مختلف دولتی همچون دیوان مخسم الماء قوام و حفاظه که وظایفشان مربوط به امور تقسیم آب بوده است درک نمود. تومار معروف شیخ بهایی که در آن ریز کامل نحوه تقسیم آب زاینده رود و کانالهای فرعی آن ثبت شده است پیچیدگی و در عین حال حیاتی بودن آب را در اقتصاد ایران نشان می دهد. استنتاج دیگری که می توان از تومار فوق به دست آورد عبارت است از درک وظیفه حکومت در مسئله توزیع آب و در نتیجه نقش حکومت در مجموعه کلی بافت اقتصادی جامعه ایران شرایط اقلیمی ایران ضرورت همکاری و کار دست جمعی انسانها را برای تهیه آب پدید آورد همکاری دست جمعی به نوبه خود مسئله مدیریت را به وجود آورد و مدیریت به تدریج به حکومت مبدل شد. به نظر نمی رسد چگونگی قدرتمند شدن این عنصر جدید یعنی حکومت در جریان شکلگیری و تحول بعدیش در ایران نیاز به توضیح زیادی داشته باشد. به عنوان نهادی که امر سازماندهی، تنظیم، تهیه و توزیع ارزشمندترین عنصر تولید یعنی آب را بر عهده داشت ایجاب مینمود که حکومت برای پیشبرد امور جامعه از قدرت زیادی برخوردار باشد از آنجا که مقدار آب کم و محدود بود بدون تردید در امر توزیع آن مشکلات اعتراضات و مخالفت‌های جدی بسیاری پیش می‌آید طبیعتا بسیاری از اعضای جامعه توقع سهم بیشتری عذاب می داشتند و به مقدار تخصیص یافته قناعت نمی کردند. اگر حکومت از قدرت قاهرهی برخوردار نبود به تب این مخالفت امور جامعه را مختل می نمود. به علاوه یک جامعه همواره در معرض حجوم جوامع همسایه رقیب و سهرانشینان بود از این جهت نیز حکومت به ضروره می بایستی توانمند می بود عنصر بعدی که نیاز به پیدایش حکومت و ضرورت قدرتمند بودن آن را فراهم می ساخت مسئله مالکیت منابع آبی بود به نظر میرسد مدیریت تهیه و توزیع آب از جانب حکومت مسئله تملک بر منابع آبی را نیز به دنبال خود میآورد. آورد. فلواقع حکومت نه تنها تملک منابع انسان ساخته را در دست داشت بلکه به گفته هرودوت منابع طبیعی آب نیز در تملک دولت بود. او میگوید رودخانه های شاهنشاهی در زمان هخامنشیان متعلق به شاه بود و هنگامی که آب برای کشاورزی لازم می آمد، یک صاحب منصب حکومتی برای باز کردن آبگیر نظارت داشت و میزان آبی را که هر قبیله یا شهرک بر می دارد معین می کرد. برای باز کردن آبگیر عوارز هنگفتی دریافت می شد که بعدا به خزانداری شاهنشاهی احاله می گشت. به نظر می رسد تملک بر آب به دنبال خود تملک بر زمین را نیز به وجود آورده باشد. از آنجا که کشاورزی پایه اقتصاد را تشکیل می داد، لذا ارزش زمین صرفاً در ارتباط با قابلیت به زیر کشت بردنش بود. بنابراین محتملا زمین های بایر چندان ارزشی نداشتند اما زمانی که امکان آبرسانی به چنین زمین هایی به وجود می آمد، به تب آنان ارزش پیدا می کردند از آنجا که پیدایش آب اسباب ارزشمند شدن این زمینها میشد و از آنجا که تملک آب نیز در دست حکومت بود به احتمال زیاد تملک این زمینها نیز در دست دولت قرار می گرفت و انسانهایی که بر روی آنها به کشت و زر می پرداختند در حقیقت به نوعی مستعجر دولت بودند عامل سومی که اسباب تملک حکومت بر زمین را فراهم می آورد تصرف یا فتح مناطق دیگر بود گرشمن نشان می دهد که از همان ابتدای استقرار اجتماعات اولیه در ایران تصرف نظامی زمین تملک آن را نیز به همراه می آورد. بعدها این روند ریشه دارتر گردید به نحوی که همه زمین ها به حکم فتوحات متعلق به شاه بود به تدریج وسعت زمینهایی که در اختیار حکومت قرار گرفت به همراه حق حاکمیت بیچون و چرای دولت بر زمین آنچنان عمیق و گسترده گردید که در ورای حق تملک حکومت حق حاکمیت دیگری وجود نداشت به گفته مرحوم نفیسی در عهد ساسانیان طبقات متعدد و اکثریت بالایی از مردم ایران عملا از حق برخورداری از مالکیت محروم بودند و این حق در انحصار طبقات مرتبط با حکومت درآمده بود ما در اینجا به مقاطع بعدی سیر تحولات اجتماعی بالاخص بعد از ظهور اسلام وارد نمی شویم. سیر این تحولات به گونه مفصل در فصول بعدی آمده است اما در اینجا به این نکته اساسی و مهم بایستی اشاره نماییم که اقتدار بیچون و چرای دولت حاکمیت آن و بالاخره حق تملک نامحدود حکومت بر آب و زمین در مجموع دست نخورده سر از عصر ایران بعد از اسلام نیز به در آورد با این تفاوت که خلیفه جانشین شاه شد اگر قبلا زمین به پادشاه تعلق داشت اکنون زمین فقط به خلیفه تعلق دارد ورود قبایل آسیای مرکزی به ایران از قرن یازدهم به بعد به اقتدار مطلق حکومت ابعاد گسترده تری بخشید آنان معتقد بودند که هر کجا که قبیله آنان برای چرای احشامش می رود جزء قلم روی حکومت می شود شاردن سیاه فرانسوی که در زمان شاه دوم به ایران آمده بود در سفرنامهش می نویسد که سر سر مناطق قزوین، گیلان، مازندران، یزد، کرمان، خراسان و آذربایجان جزء املاک خاصه یعنی متعلق به شاه بود. سانسون سیاه دیگر اروپایی نیز رابطه حکومت و مالکیت را در یک جمله جمع بندی می نماید. تمام ایران ملک مطلق شاه است و تمام املاک به دلخواه او ضبط می شود و هر وقت بخواهد می تواند همه آنها را ضبط نماید. حاکمیت مطلق و حق تملک بیچون و چرای حکومت اگرچه همانطور که شنیدیم بر اساس یک مبنای طبیعی پدید آمد لکن به تدریج که جامعه به لحاظ اجتماعی پیچیدهتر شد برای آن محملی الهی و آسمانی نیز به وجود آمد اینکه دقیقا حکومت از چه زمانی در ایران برای خود حقی آسمانی و الهی قایل شد به درستی معلوم نیست اما قدر مسلم این است که این پدیده در روزگار شاهان حخامنشی کاملا شکل گرفته و جا افتاده بود شاهان حخامنشی خود را معمور و برگزیده از جانب اهورا مزدا دانسته و حکومت خود را وسیله برای خدمت به یزدان پاک می دانستند. در کتیبه که از خسرو انوشیروان پادشاه ساسانی به دست آمده است وی پس از آنکه خداوند را به مناسبت پادشاهیش سپاس میگوید خطاب به بزرگان و رجال قوم میگوید بدانید که مرا این پادشاهی خدای عزوجل داد چون خدای تعالی جهان به من داد من هم به شما آن را ارزانی داشتم تا آنجا که مربوط به ایران باستان می شود، پشتوانه قداست و الهی بودن حکومت را آین زرتشت فراهم آورد. به نظر می رسد فلسفه سیاسی دین زرتشت را به در اعتقاد به قداست، مشروعیت و حقانیت پادشاهان خلاصه نمود. بگونه ای که به مقام پادشاهی و به مقام دین همانند دو ستون برای استقرار و بقای جامعه نگریسته میشد با این معنا که اساس پادشاهی بر دین استوار بود و از آن سرچشمه می گرفت و متقابلا پادشاه نیز پاسدار و خدمتگذار دین توصیف میشد این وجه از حکومت نیز همانند حق حاکمیت مطلق آن و حق مالکیت بیچون و چرایش به عصر بعد از اسلام راه یافت که نتیجه آن فرو رفتن حکام، سلاطین، فرمانروایان، شاهان و خلفا در حالهای از قداست و مشروعیت بود. همانند اصر قبل از اسلام که شاهان ایرانی خود را برگزیده اهورا مزدا و یزدان پاک می دانستند، به تدریج فرمانروایان ایرانی بعد از اسلام نیز جایگاهی آسمانی پیدا کردند. به نحوی که شاه مقام سایه خدا را در زمین پیدا کرد و اطاعت امرش واجب شد. مرحوم متحری مرجعه را به عنوان نخستین جریان فکری معرفی می کند که در جهت قداست و مشروعیت خچ ناپذیر حکومت گام برداشت. آنان سراحتا می گفتند پیشوا یا رئیس حکومت هرچند گناه کند مقامش باقی است و اطاعتش واجب است و نماز پشت سر او صحیح است. اصل خطا ناپذیری و تقدس حکام به تدریج تحول یافته و باعث می شود تا سلاطین و عمرا به جایگاهی رفیع دست یابند بدان که خدای تعالی قوتی به پیغمبران داده است و قوت دیگر به پادشاهان و بر خلق روی زمین واجب کرده که بدان دو قوت بباید گردید و بدان راه راست ایزدی بدانست در وصف اطاعت از شاهان نیز به تدریج این اعتقاد پیش آمد که خدای تعالی پادشاه را زبردست و بالاتر همه مردمان آفریده است باید که ایشان را چنان دارد که همیشه خیشتن شناس باشند و حلقه بندگی از گوش بیرون نکنند حتی تا قرن نوزدهم نیز این نگرش والا و الهی از مقام حکومت و پادشاه ادامه یافت شاه شبیه جانشین خداست و بر طبق مشیت خدا شاه شده و بنده ای را نشاید که سر از کمند اطاعت او پیچد در یک کلام حکومت به تدریج نهادی مقدس، مشروع و واجب گردید که اطاعت امرش واجب، لازم و فریزه و تکلیف بود. نیازی به توضیح نیست که چنین نهادی نه تنها بر آب و زمین تملک و حاکمیت داشت بلکه جان، مال، ناموس، زندگی و همه چیز دیگر مردم هم در دستش بود. چنین شد که حکومت در ایران بدل به قدرتی مطلق گردید از مباشرت در امر آب و آبرسانی در اجتماعات اولیه حکومت به مقامی آسمانی نایل گردید بنابراین اگر نهادها سازمانهای سیاسی تشکلهای سنفی، اقتصادی و اجتماعی چندانی خارج از حکومت هرگز نتوانستند شکل بگیرند بدین خاطر بود که قدرت مطلق به همراه قداست، مشروعیت، صاحب اختیاری و ولی نعمت بودن همواره بگونه بیچون و چرا در ایران از آن حکومت یا اولیگارشی حاکم بود. در مقابل از مردم یا رعیت انتظار می رفت و به آنان تکلیف می شد که به اطاعت از حکومت شاهان و سلاطین گردن نهند. جامبندی و نتیجه شرایط اقلیمی حاکم بر فلات ایران تا حدود زیادی با نوع ساختار سیاسی اجتماعی و اقتصادی که در ایران به وجود آمدند ارتباط مستقیم پیدا می کند. کمبود آب را می توان بنیادی ترین ویژگی شرایط محیطی ایران توصیف نمود. با متوسط ریزش باران بین 25 تا 30 سانتی متر در سال که کمتر از یک سوم میانگین دنیاست ایران را می توان به معنای دقیق کلمه جزء مناطق خشک جهان به حساب آورد. رشته های پردامنه و مرتفع در شمال و غرب کشور همچون دو دیوار بلند مانع از ورود ابرهای بارانزا به مناطق مرکزی فلات ایران می شوند. فقدان رودخانه هایی که در تمامی فصول سال جاری باشند عامل بعدی کم آبی ایران است. به استثنای زاینده رود در اصفهان و دز و چرخه و کارون در خوزستان فلات ایران از نعمت برخورداری از آبهای سطحی نیز محروم است در جنوب کشور و در حاشیه خلیج فارس هم علا رغم مجاورت با دریای آزاد به دلیل گرمای زیاد، کمبود باران و شوری خاک وضعیت با سایر مناطق چندان تفاوتی ندارد. وضعیت جغرافیایی سخت حاکم بر ایران باعث به وجود آمدن شرایط اجتماعی شده است که در مجموع برای توسعه و پیشرفت چندان مناسب نبوده است. پراکندگی اجتماعات اسکان یافته، زندگی اشایری و صحراگردی و بالاخره تمرکز مطلق قدرت در دست حکومت از جمله عوامل مهمی هستند که ارتباط مستقیم با شرایط اقلیمی ایران پیدا می کنند. نخستین پیامد بلند مدته شرایط جغرافیایی ایران عبارت است از پراکندگی و دور بودن مناطق محل زندگی انسانها از یکدیگر. به دلیل محدودیت آب، ایرانیان در هر کجا که امکان زندگی بوده ساکن شدند و از آنجا که شمار چنین اماکنی به دلیل کمبود منابع آبی بسیار کم پراکنده و بدور از یکدیگر بوده بنابراین مناطق اسکان یافته در ایران نیز محدود پراکنده و غالبا بدور از یکدیگر به وجود آمدند فواصل نسبتا زیاد بین مناطق مسکونی به نوبه خود باعث می شود که تماس بین مناطق مختلف بسیار کم باشد در نتیجه بسیاری از مناطق مسکونی به حالت خودکفا، محصور و بدون ارتباطات گستردهی با محیط بیرون از خود بقا و دوام یافتند. عامل بعدی که به در حصار قرار گرفتن مناطق اسکان یافته کمک می نمود، محدودیت تولید بود. کمبود آب و زمین باعث می شود. تا در مجموع در بسیاری از مناطق محل زندگی تولید غالبا در حد برآوردن حد اقل نیازهای اولیه انسانهای همان محل باشد و چندان تولید مازاد بر مصرفی برای صدور به مناطق دیگر باقی نمی ماند. پیدایش زندگی سهرانشینی یا اشایری ویژگی مهم بعدی است که از شرایط محیطی ایران سرچشمه می گیرد. کمبود آب و مرتع از یک سو و اختلاف نسبتاً عمیق در دمای بین مناطق مختلف از سوی دیگر باعث گردید تا شماری از ساکنین فلات داخلی ایران به جای اسکان دایم در یک محل همواره برای تأمین منابع غذایی خود و احشامشان از یک منطقه به منطقه دیگر حرکت نمایند. در بخشی از سال سهرانشینان در یک منطقه چادر میزنند و با تغییر فصل و در نتیجه گرم یا سرد شدن هوا آن منطقه را ترک گفته و به منطقه دیگری که شرایطش معتدل است کوچ می نمایند. از آنجا که سهرانشینان علت دوام در حال حرکت و تغییر جا هستند بنابر این سبک زندگیشان ضرورتا بسیار ساده و ابتدایی و در حد اقل پیچیدگی اجتماعی است نه تنها طبیعت زندگی اشایری ضرورت یک زندگی ساده و بینیاز از نهادهای پیچیده شهری را ایجاب می کند بلکه سهرانشینان همواره تهدیدی برای مناطق مسکونی به شمار می روند. واضح است که در صورت مواجهه با مشکلات طبیعی نخستین جایی که دسته های سهرانشین برای تهیه غذا و آزوغ بدان روی آورده و یا در حقیقت بدانجا حمله ور می شوند مناطق مسکونی یعنی شهرها و روستاها هستند جنگ ها و منازعات بی پایان در میان قبایل و توایف مختلف از یک سو و بین آنان و اجتماعات اسکان یافته از سوی دیگر باعث شدند ایران در طول تاریخ خود در مقاطع مختلف با بی زیادی روبرو باشد. این بی سباتی بالاخص از قرن یازدهم میلادی یعنی پنجم هجری به بعد که قبایل و سهرانشینان آسیای میانه یعنی ترکها، ترکمنها، ازبکها، تاتارها، تاجیکها و مغولها نیز وارد ایران شدند ابعاد به مراتب گسترده تری یافت به نحوی که از قرن یازدهم تا قرن بیستم تمامی حکومتهایی که در ایران به قدرت رسیدند مبنا و منشأ قبیلگی داشتند یا از قبایل و دسته های مهاجم آسیای میانه بودند یا از آناتولی و یا وابسته به یکی از دهها قبیله و تایفه داخلی خود ایران به دلیل ماهیت و خواستگاه اجتماعی سهرانشینان در طی این قریب به 800 سال ساختارهای متحول سیاسی و اجتماعی که متناسب با جوامع شهرنشین باشند فرصت چندانی برای رشد و جا افتادن در ایران نیافتند آنچه این روند را قوت بخشید پراکندگی شهرها و مناطق مسکونی از یکدیگر بود به نحوی که هر یک از آنها به مسابه یک جزیره دور افتاده به حالتی خودکفا و درون حصار خود قرار داشتند. سیکل اقتصادی در بسیاری از آنها در حالتی بسته بود. به این معنا که تولید در حد و مرز خودکفایی و برآوردن احتیاجات اولیه ساکنینش صورت می گرفت. همانطور که گفتیم فقدان تولید مازاد بر مصرف باعث می شد تا مبادله کالا با محیط بیرون یا اصلا صورت نگیرد و یا در ابعاد بسیار محدود آن هم با مناطق مجاور یعنی نزدیکترین شهر یا روستا باشد اگر به این مجموعه بی سباتی، هرج و مرج، قتل و قارت، تغییر مداوم پایتخت و تخریب های پی در پی را که در نتیجه جنگ های عدیده داخلی به هنگام جابجایی قدرت از یک قبیله به قبیله دیگر رخ میداد بیافزاییم آنچه منطقا حاصل می شود به جز ایران عقب مانده و فلاکت زده اصر قاجار جامعه دیگری نمیتواند باشد. پیامد مهم دیگر شرایط اقلیمی ایران تمرکز قدرت در دست حکومت بود. اگر رابطه پیامدهای قبلی با مسئله عقب ماندگی به نسبه واضح بود، ارتباط بین موضوع اخیر با مسئله عقب ماندگی کمتر از چنین وضوحی برخوردار است. دلیل این ابهام به ارتباط میان عقب ماندگی با ساختار سیاسی باز می گردد. به این معنا که تمرکز قدرت در دست حکومت لزوما منجر به عقب ماندگی نمی شود بلکه این تمرکز نتایجی را به بار می آورد که به نوبه خود ارتباط مستقیم تری با مسئله عقب ماندگی پیدا می کند به عبارت دیگر اینطور نیست که تمرکز قدرت در دست حکومت با نفس پیشرفت و ترقی جامعی در تضاد قرار گیرد حتی میتوان توان مواردی را ذکر کرد که یک حکومت مختدر به کمک اعمال سیاست های متمرکز و برنامه ریزی شده موفق به انجام اصلاحاتی هم شده باشد همچنین می توان مواردی را نشان داد که بی سباتی سیاسی و ضعف های قدرت مرکزی یکی از عوامل عقب‌ماندگی بوده است حداقل بخشی از پیشرفت اقتصادی و توسعه اجتماعی ایران قبل از اسلام که منجر به پیدایش یکی از بزرگترین امپراتوری های عهد باستان شده بود به یک پارچگی و اقتدار حکومت های حخامنشیان و ساسانیان باز می گردید. این اقتدار از جمله باعث شده بود که ایرانیان از دستیابی بر مناطقی برخوردار شوند که انبار قله و محصولات کشاورزی عصر خود بودند اما اگر از یک زاویه دیگر به اثرات بلند مدتر مسئله تمرکز قدرت در دست حکومت بنگریم بایستی گفت که این تمرکز از سوی دیگر باعث شد تا امکان به وجود آمدن برخی از تحولات اجتماعی که لازمه پیشرفت و توسعه هستند یا به طور کامل از میان برود و یا عمیقا کاهش یابد از جمله این تحولات پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستقل از حکومت است. همانطور که دیدیم در ایران برخلاف جوامع غربی هرگز مجال شکلگیری تشکیلات و سازمانهای سنفی مستقل از حکومت به وجود نیامد. این پدیده که از آن به عنوان استبداد شرقی هم نام برده می شود در عمل بدین معنا بود که مشارکت مردم در امر هدایت جامعه، مدیریت و توسعه آن ناچیز بوده است. عدم شرکت مردم در اداره جامعه شان را می توان در ساده ترین شکلش به این صورت تعریف نمود که استعدادها و توانایی های فردی در ایران چمتر مجال برای عرض اندام و شکوفایی پیدا کردند. در عوض آنچه اعمال گردید هر سیاستی و هر تصمیمی اعم سیاسی یا اجتماعی فرهنگی یا اقتصادی خرد یا کلان کوتاه مدت یا برنامه ریزی شده و بلند مدت در تجزیه و تحلیل نهایی مولود و معلول عقل حکومت بود. اینکه چرا در ایران حکومت به چنین اقتداری دست یافت به نحوی که در زیر جسه سنگین آن کمتر نهاد اجتماعی دیگری توانست عرض اندام نماید تحقیق و تفحص کاملی را می تلبد. آنچه مسلم است از دیرباز و از زمان پیدایش اولین نطفه های اجتماعات اسکان یافته در ایران آمریت و اقتدار حکومت وجود داشته است شاید یک دلیل آن را بتوان به سرشت قبیله گرایی و سهرانشینی در ایران نسبت داد. همانطور که پیشتر گفتیم از قرن یازدهم به این طرف تمامی حکومتهایی که در ایران تشکیل شدند مبنای قبیلگی داشتند نحوه به قدرت رسیدنشان هم بدون استثنا خلاصه میشد در ضرب شمشیر و جنگ و قتال طبیعی است که آنان برای بقای خود و حفظ قدرت چارهی جز اعمال زور و قلع و قمع مخالفین خود نداشتند. فلواقع تمامی سلسله ها و فرمان روایی هایی که در ایران قدرت را به دست گرفتند توسط قبیله یا طایفه دیگری سرنگون شدند. بنابراین و از این دیدگاه به نظر می رسد آنچه زامن بقا و اقتدار حکومت می بود صرفا اعمال قدرت بود و بس. جدای از تاثیر بافت قبیله گرایی به نظر می رسد بتوان بر روی دلیل عمیق دیگری نیز در توجیه چرایی اقتدار بیچون و چرای حکومت در ایران دست گذارد. این تحلیل نیز در نهایت ارتباط مستقیمی با شرایط اقلیمی ایران و مشخصا مسئله کمبود آب پیدا می کند. این کمبود ایجاب می کرده که از همان ابتدای پیدایش تمدن در ایران انسانها مجبور شوند برای تأمین آب مورد نیازشان دست به تلاش زیادی بزنند. کشیدن کانال، حفر قنات، انتقال آب از بستر رودخانه و مناطق پست به دشتهای بالاتر، ایجاد سد و آب بند، زخیر نمودن آب، تغییر مسیر رودخانه و خوش کردن باطلاق جملگی تلاش‌هایی بودند برای تأمین آب مورد نیاز جوامع اسکان یافته. طبیعت این تلاش ها بگونه ای بود که از عهده یک یا چند انسان خارج بود. و نیاز به کار دست جمعی، طولانی و پرهزینه می داشت ضرورت مشارکت دست جمعی انسانها برای تهیه آب مسئله مدیریت و به تدریج ریاست منابع آبی را به دنبال خود به وجود می‌آورد است. به نظر میرسد این ریاست به مرور زمان و با تکامل جوامع اسکان یافته تبدیل به ریاست جامعه یا حکومت شده باشد به هر حال اگر ریشه و چگونگی پیدایش تمرکز قدرت در دست حکومت چندان روشن نباشد در خصوص آثار و طبعات این تمرکز کمتر میتوان تردیدی داشت زیرا به تدریج برای این مدیریت و ریاست محملی ماورا و طبیعی نیز پیدا شد و به تدریج از زمان حخامنشیان سلاطین و شاهان یعنی مدیران و رؤسای جامعه نه تنها مقسم و مالک منابع طبیعی یعنی آب و زمین به شمار می آمدند، بلکه پاسدار و حافظ دین و آیین جامعه نیز شدند مقام آنان الهی بود و حکومت نیز ودیعی آسمانی به شمار می آمد که به شاهان واگذار شده بود و آنان خود را خدمتگذار اهورا مزدا می دانستند. طبیعی است که چنین مقام والایی در جایگاه معاخزه قرار نمی گرفت و هیچ کس و هیچ مقام و نهادی قادر نبود نسبت به اعمال و رفتار آن نظارت داشته و از حکومت حساب کشی نماید در نتیجه بهترین افکار، آرا و تدبیر از آن حکومت بود و به تب دیگر جایی برای نظارت و ارزیابی اعمال آن باقی نمی ماند چه رسد به انتقاد و مذمت. چنین شیوه نگرشی نسبت به حکومت و جایگاه رفیع آن طبعات اجتماعی مهمی را به بار آورد. از جمله مهمترین آنها ضعف امر قضا و به رسمیت شناخته نشدن حقوق اجتماعی انسانها بود کمرنگ بودن نهاد مالکیت و به رسمیت شناخته نشدن آن از ناحیه حکومت و صاحبان قدرت پیامد دیگر بود با قدرتی که حکومت پیدا نمود و اقتداری که از آن برخوردار گشت احترام به حقوق دیگران از حق تملک آنان بر آب و زمین گرفته یا حق تشکیلات اجتماعات سنفی، سیاسی، دینی، قومی و فرهنگی معنا و مفهوم جدی نمی توانست داشته باشد. حکومتهای مختلفی که به قدرت رسیدند نه تنها خود را مالک سرزمینهای تحت تصرفشان میدانستند و به دلخواه در آن دخل و تصرف مینمودند بلکه خود را مالک و صاحب مردمانشان نیز میدانستند در بهترین حالت مردم برای حکام و سران قبایل چیزی بیش از رعیت به شمار نمی آمدند و به جز انقیاد و اطاعت محض از حکومت وظیفه دیگری نداشتند در یک کلام نه تنها شرایط طبیعی حاکم بر فلات ایران چندان مناسب پیشرفت و توسعه نبود، بلکه نوع ساختار سیاسی و اجتماعی که در نتیجه این شرایط به وجود آمد نیز به نوبه خود موانع بیشتری را بر سر راه پیشرفت و ترقی ایران قرار داد.